سلام علیکم، حالتون چطوره؟ از کف تورنتو با ولاگ با رفیقان باهاتونم. امروز قراره یکی از دوستای خیلی خوبم کامیار رو ببینیمش، معروف به آقای گوگل. بریم. با رفیقان. خب آقای کامیارم رسید. سلام علیکم آقای کامیار، معروف به آقای گوگل. دیگه اینجوری معروف شدیم. خب بریم. بریم عزیزم. درو چرا با نمی کنی؟ چه خبر؟ خوبی؟ برم تو خوبی؟ یعنی الان دیگه فکر کنم شل کرده، ولی همیشه شل که آخرم میده. یعنی فکر میکنیم که شل کرده، یه ضربه میده. میگه آخرین ضربه رو محکم تر بزن. خب کامیار این شیوی داغتو ببن، کله کچل من همش در تصویره، داره اذیت هم. اسمش چیه؟ شیوی داغ. سانروف شیوی داغ. کانتنت چون آشپزیه داری میگه شیوی داغ؟ نه ایران میگفتن شیوی داغ، من چیزی که یادمه. آقا مثلا در شما واقعا این بوده؟ شما خب خیلی آره دیگه، پنجره داشته داشته شیوی داغ. من یادمه یه تویوتای هاشبک سفید مامانم داشت، سقفش اینجوری شیشه بود ولی توری نداشت بسته شه. نه اون پنجره رو میگفتن شیوی داغ فکر کنم. حالا اگه من اشتباه میگم بنویسید لطفا. درست هم میگم؟ من نور اذیت میگه چیکار میکنه؟ اصلا پتو میذاشتن پارت ملافه میگشه. تا بریم کافی بخوریم من یه سری سوال بپرسم کامیار. اول اندشی کامیار چند سال کانادایی؟ 8 سال. چند سال منو میشناسی؟ 5 8. بله تقریبا 5 سال. خب چیکار میکنی؟ کلن کارت چیه؟ من تو رو معرفی کردم به عنوان آقای گوگل. کلن هر کسی تبلیغ آنلاین و اینا گوش میده تو فضایی، حالا گوگل و یوتیوب و رادیو و این داستان ها، فوشش میرسه به ما. نه آره، ولی کار تبلیغات آنلاین پید ادورتایزمنت. ولی در زمینه گوگل، یعنی گوگل ادورتایزمنت، من به هر کسی کامیار معرفی کردم زنگ زده، کلی تشکر کرده، گفته یه جینیس به ما معرفی کردی. آره همینش. پری روز کی بود؟ ارگ اکسچنج. کامیار داره یه کاری میکنه که تمام تورنتو بهش فوش بدن، یعنی هر چی رو وام میکنی از صفحه الن شو گرفته تا بی بی سی و رادیو جوان، هر جا رو وام میکنی میگه صرافی معتبر شما صرافی ارگ. ارگش هم میاد. آره ولی خب سخت آفه. داستان اینه که توی تارگت ایرانی ها خب وی پی ان هم خیلی قطعیه. از اون تارگتینگ مثلا ایرانی ها؟ آره دیگه، چون مثلا وی پی ان استفاده میکنم خیلی آمریکا کانادا میخوره، بخاطر بیزینس هایی که تبلیغ مثلا میدن. خب یه جورایی میکس بین وی پی ان ها و اینجایی هست. حالا داریم یه سری کارا میکنیم که برای همین تخصص میخواد که یا روی هر کی کردیت کارت داره نره رو گوگل پولشو ویست کنه. آره گوگل یه کاری کرده، زبان بلد باشی، کردیت کارت داشته باشی، تبلیغات کنی که پول در بیارن دیگه. ولی خب آره واقعا پول در رفتن زیاد. پول در رفتن. خب بریم یه ذره بنیس کیچنی ازت بپرسیم. فیوریت غذای ایرانی چیه؟ ترچین. فیوریت غذای غیر ایرانی چیه؟ راویولی. خب خوشمزه ترین غذایی که تو این چند سال چون؟ 32 توی این 32 سال خوردی چه غذایی بوده؟ که مزهش همیشه به یادت مونده. دولمه برگ فکر کنم. کی پخته بوده؟ مامانم. پسرهای ایرانی و ماماناشون. آقا دولمه برگ واقعا تازه شده. تخصصی اصلا. دیگه انقدر چی میزنن روش؟ یه پیش دستی میزنن روش که صفر بمونه پایین، با آب نیاد بالا. دلم خواست خدا های کلی دولمه برگ های مامان بزرگی هم زینت سادات خدا بیامرز. خب دوست داری که امروز خودمون با هم آشپزی بکنیم یا بریم یه رستورانی که تو ریکامند میکنی؟ من پیشنهادم اینه فانش کنیم با هم آشپزی کنیم دیگه، بذاره با هم تایم کوالیتی تایم بگذاریم. خب چی درست کنیم؟ غذا ایرانی اگه تو درست میکنی تهچین. بله. خب تهچین. واسه تهچین تخم مرغ لازم داریم، زعفرون لازم داریم، زرش لازم داریم، مرغ و بادمجون دیگه. بله بله. مرغ لازم داریم، سینه. بادمجون نداریم. بادمجون نداری؟ نه ندارید خونه؟ نه. خب
یه ذره زوده واسه مغز من، نصف مغزم هنوز خوابه بریم احساس کنم. کافیه الان اینجا. آره کافی رو بزنیم یه ذره بیدار شیم. کامیارم جزو بچه رادیو جوان بود مثل من که چند وقت پیش از همون خدافزی کردی؟ خدافزی که نبود، یه جورایی لایت تر رفتیم جورده دیگه. الان ما فکرم الان دیگه پروژه‌ای باشه با ارجه کار میتونم. یه ذره خب تمرکزم افتم بیارم بیشتر در خدمت جامعه باشم بیشتر، من حالا پروژه های متنوع تر بگیرم و فوکسم فقط موزیک و اینا نباشه، چون خیلی سر کار خودم هم بیشتر بلوش فینتک و فایننشال بودم، تبلیغات و حوزه اون بودم، ولی دیگه تصمیم گرفتم بیام بیرون که تمام فیلدهای دیگرم بتونم تبلیغ کنم و چیزی یاد بگیرم، چون باحاله. مثلا یه چیزی که تو فایننشال جواب میده میبریش تو موزیک امتحان میکنی، میبینی که خب کسی تا حالا اون کار تو موزیک نکرده، خیلی جواب میده. سمت بترست و کلارک یه دونه شیرینی فروشه خیلی خوبه، آماده اوس. آماده اوس؟ آره اونجا داریم یه کراسانه، یه آلمند کراسان داره، نمیدونم تو باشی خوشه. آماده اوس مال زمان زئوسه؟ میتونیم بپرسیم ازش. بریم الان میبینیم کراسانش تموم شد. اینجاست که دیگه داغ داغ داره بخار ازش بلند میشه. خب آماده اوس. او مای گاد، مطمئنی اوکی فیلم میگیریم؟ Order it over there. Okay. Can I get one of the almond types? Anything else? A few pistachio cookies. Okay. Let's pistachio cookie ramen. Show me that. عجب جای خفنیه. ریکامند میکنیم از طرف آقای کامیار بیاید اینجا کافه بزنید با این شیرینی‌های جذاب. من عمیق بود که ترش. از لیستی که بهت گفتم چیا رو دارین؟ چیا رو ندارین؟ بادمجون رو نداریم. بادمجون. خب بادمجون رو تا بیاریم خونه ما برداریم. بریم خونه مامان من. اینو میگیم دیگه، سوپر سر رامون هست دیگه، بادمجون نمیگیم. نه، بعد بادمجون بگیریم، کات کنیم، یعنی پوست بکنیم، کات کنیم، سرخ کنیم، همین کارا رو باید بکنیم، ولی نمیشه که. میشینیم یه کافی قشنگ میخوریم، ما هم درست میکنیم دیگه، برگردیم اینا رو. برو خونه مامان دوزشی بگیریم آخه. برو خونه علی جون. برو خونه علی جون. اذیت داری میکنی. نه. آقا من اینو میرم راضیش میکنم، شما باشید. ما هم اینجا داریم میریم دیگه وسط. واقعا اینجا از موقعی که میری سر کار و کارهای پزشکی میکنی واقعا به رشد میکنی، درآمد میره بالا، پوزیشن بهتر میشه، مرتبه شغلی، همه چی. یعنی فقط همونه که تو صبح به قول معروف شوآپ کنی بری و اون کارها رو انجام بدی. و خب خوبه دیگه، تو کارتو داری، خانمت راحت میتونه کار پیدا کنه، کار بکنه توی محیط سالم. بعد برای بچه دار شدن اینا که فوق‌العاده است. خب مدرسه ها نیاز نیست حتما مثلا پرایوت اسکول مدرسه خصوصی اینا بذاری که مثلا کیفیتش خوب باشه، امن باشه و این حرفا، چون اتفاقی که تو آمریکا مثلا میفته ولی اصلا همون داستان ها خب اینجا نیست. ولی خب آره مثلا عشق و حالی و اینکه شهرت قشنگ باشه و یه مثلا دانتان خوشگل رو که بری مثلا کوزی بشینی کافی بزنی و این داستان ها، اون همون تو اروپا و یا بری پاقی. آقای کامیار بالاخره راضی شدن، ما رفتیم آشپزخانه الی جون دستبرد زدیم. کار دیگه من آپشن دیگه نداشتم. مگه میتونه بگه نه؟ زرش آخه، آقا زرش یه مشک لازم دارم، یه مشک لازم دارم اینجوری میخوام بپاچم تهش، بعد دارم یه بسته نیم کیلو زرش بخرم. بادمجون داستان این صحب کردن ایناش بود که فکر کنم. خلاصه من از آشپزخانه الی جون، چرا دوربین رفت؟ خلاصه من از آشپز آقا من رانندگی خوبه، تقصیر رانندگی ننوزی. خلاصه داشتم میگفتم ما رفتیم از آشپزخونه الی جون یه سری دستبردها زدیم. الی جون دست درد نکنه. خب رسیدیم خونه آقا کامیار رو، بریم داخل.
کامیار اگه ایران بودی خدا وکیلی میتونستی الان در این سن یه خونه بنگندگی داشته باشی؟ خونه ویلایی؟ واو چه خونه خوبی. سلام حالتون چطوره؟ سلام چه تیشه قشنگی داری شما؟ که ستاپ بکنیم برای زد اینجا. آره دیگه خونه آشپزخونه‌تون خوشگلی، همینجوری ستاپ میکنیم اینجا، کات میکنیم اینجا، آشپزی میکنیم. تا کامیار زحمت کافی رو کشید، منم اینا رو آماده کردم. بادمجون سرخ شده، روغن، ماست، زرش، سینه مرغ، تخم مرغ، برنج، نمک، فلفل، زعفرون دم شده. ما بریم کافیمون رو بخوریم و یه چرزم بدیم با آقای کامیار. بعد برسیم خدمتتون. خب کامیار یه قابلمه کوچولو به من بده برای اینکه مرغ رو بذارم بپزه تا برای چیزاشو آماده میکنم. یه دونه هم میتونی الان یه الان ظرف ترچین رو نمیدونی. یعنی ما ایتا بداری؟ آره. خب الان پایه که منم چیز کنم یه دیرینک درست کنم کوکتیل بزنم. آره حتما. دیرینک چی؟ من دیگه سورپرایز ولی چون نزدیک ولنتاین میسوزه. سیسی خوش. میخوری بعد یه ساعت میبرم چی دستم کن حرف رو بعد زدم. من سیگار نمیکشم. سیگار میکشم. اسمش یه ذره بده واسه ایرانی هم جا نیفته. اسمش چیه؟ سیگار؟ نه آی کیو او اس جون مادرم. آی کیو او اس این اگر توی فوتبال اسم یه بازی کن بود خیابانی چه جوری صدا میکردم من اونجوری ایکوش دقیقا تا هم اسم جهانیش رو میگم چیکار کنم. یه چرز دیگه ببین ببین یه اسموکینگ برک. خب آقای موسیو دیدین که اون اسمش چی بود؟ این نگرونیه. منطقه نگرونی با نگرانی معمولا سه تا اینگریدینت داره ولی این خب چون سفید تخم مرغ داره و سینگل سیرپ و این داستانه یه مدل کلاسیک نگرانی نیست، مدلیه که من درستش کردم. نگرانی کامیاری که گرانی
ناز داره تیه وای. خم زوم کنم چشاشو ببینم. هر دفعه هم که من زوم میشم روشو میکنه اون بر. سلام. چش خشنگ. چش خشنگ. اون خواهی بکنی. سیبیلا رو. چونه؟ بس خش بگی. هشتگ چه پسری. نه قرار بود من بشورم، برای همین اومدم سه تا تصویر تشکر کنم که کامیار همه چی داره خوش میشوره. خب بریم سر اسمبل کردن تحجیم همون قسمتی که کامیار زیاد دوست نداره. چرا روغن کنم؟ چون من روغن رد کنم. اون مایمون رو ریختیم. نصف برنجمون هم الان میریزیم با همون مایه. به قول الی جون برنجت هم باید یه ذره زنده تر از برنجی که میخوایی دم بذاری برداری. مرغا رو با اوسیدی بسیار میچینیم. خب آقای کامیار فکر کنم دیگه وقت آخ سوختم. بر بر خب برو بریم برای به قول مامانا چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سنگینه. چیز بده از همونه که گفتی بده. این به درد این داد همونه که بره توی این داد. خیلی بر صحبت بکنی از این که نره تو هم اوکیه و این ترس هم بریزه. بسم الله الرحمن. یا علی عدد در چیه داشت بیدفت نرف ولی برفت خوب شد ولی باشی برفت سریع برفت 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 صدای مخصوص دنیز رو بینیم. واقعا همین خب کاتش کن به صورت کیکی. حتی این اصلش اینجوریه ولی من متاسفانه چون چرا متاسفانه خیلی شیک و با کلاس آدم دست چپ باشه. خوشبختانه چون چپ دستم. خب یه دونم بزن زیرش بیا بالا. باز خودت بکش. این زن بقید خدا وکیل ترچی من اول بار دارم درست بکنم واقعا؟ آره دقیقه که هم بود رو دست مامانم کپی کردم. مشکلی خوبه واقعا خوشمزه. من متوجه شدم که قورت بده این تبلیغ اساس محرم دیدی تمیز نمیدن میکن تمام خودت هم هستی تو دوربین. آها نکته اصلی لایک و سابسکرایب رو که همه میدونن. کامنت هم که میدونن بعد اگه سوالی دارم بپرسن. سابسکرایب هم فکر کنین جدیدام همش براتون میاد دیگه.
شیر کنید بقیه دوستاتون هم ببینن که وقتی میری خونهشون از این غذای خوشمزه درست کنن یا از اون درینک هایی که من درست کردم. یه غیر مستقیم بهشون یه اشاره بکنید. اینجاست که میگه برید خودتون رو ببوسید. دمتون گرم، مرسی. دمتون گرم بابا. جا واسه دسرم بذار پسرم.